بدبختی مسلمان ها در صدر اسلام زمانی آغاز شد که حاکمان کاخ نشین شدند. کاخ نشینی قدرت نمیاره، قدرت در صداقت است، در ایمان است، در توکل به خداست، در تدبیر است، در اتکای به ملت است. این واسه یه نفر قدرت میاره که وقتی میره با بیگانه مواجه میشه از موضع اقتدار حرف میزنه. حالا میگه چرا وقتی تو کاخ نشستید میگن آبروی نظام است؟ از کجای اسلام اینو استخراج کردید؟ از کجای خواست مردم اینو استخراج کردید؟ عدالت روح حاکم بر تصمیمات یک کشوره. حتی اگر بخواهیم امنیت ملیمون رو حفظ کنیم باید عدالت رو در کشور اجرا بکنیم. این اتفاق اونقدر عزیز است، اونقدر ارزشمند است، اونقدر برکت داره که میارزد هزاران احمدی نژاد نام و نوع فدای تحقق اون بشه. مثل بقیه کاندا شما میای اینجا واسه برید دیگه، مثل بقیه برو سر کار. مسئولی هم بگوه یک سال با همه یه جور وقت باورم نیز بد احبی ایام هنوز قصه غصه که در دولت یار آخر شد. امروز اول خرداد سال 1388 هست. دیروز شما از 60مین سفر بستانی برگشتید. شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد که ظرف 42 ماه یعنی 3 سال و نیم این امر تحقق پیدا کنه. خب این یکی از وعده‌های شما بود که دولت رو به استان‌ها ببرید. چند دقیقه از پیاده تا اونجا؟ میشه یه یورو بی نیم ساعتی. آها. ساعت تومنم صدقه دادم که رئیس جمهور رو ببینم. سلام بر مردم بندر عباس که هر روز که از تاریخ پر افتخار ملت ما میگذرد مصممتر در صحنه ساختن ایران عزیز و سربلند حضور دارند. همینجا داشت پیش خودمان باشید. گره نکن مرد، پشت رو بلند کن. مرد که گره نمی کنه. نوجوان امروز و مرد برومند فردای بندر عباس است. برخورد آقای دکتر با تو چطوری بود سیاوش؟ خیلی خوب بود. اگه میان سال الان محمد بوی رجایان هم میان خودشون بود. دوبار همه دولت با همه توانش رفته توی استان و تمام مسائل استان رو ریخته رو میز. من در گذشته یادم اگر یه استانداری میخواست بری در جلسه دولت شاید ماها و سالها منتظر میموند. به طور تخصصی کمتر استانی مسائلش در جلسه دولت اون هم در حاشیه یک جلسه دولت مطرح میشود. حالا شما موقع زلزله اینجا بودیم؟ بله تو چادر بودیم. احساس دلبستگی به کشور در تمام نقاط کشور الان هست. دیگه دولت متعلق به یک قشر و یک گروه و یک حزب نیست. خب دولت چیکار کرد اون وقت براتون؟ دولت کمک کرد.
مدیران باید در بین مردم باشن، متصل با مردم باشن. این باعث میشه که دلهاشون نرم باشه، همچنان خودشون رو خادم بدونن، نیازها رو بشناسن، آثار تصمیم گیری های خودشون رو مردم و امورات کشور ببینن. ساخت و ساز خیلی سریع انجام شد. اکثر مردم تو خونه نشستن. چند وقت پیش که زلزله شد، حدود 4 شهر بود، خونه آسیبی نرسید. قبل از زلزله احساس می‌کردم مثلا مسئولین هیچ توجهی به مردم ندارن. بعد از زلزله واقعا فهمیدیم که مسئولین چقدر زحمتکش هستن. بسیاری از تصمیمات وقتی در تهران گرفته میشه، در پیچ و خم ادارات عبور که می‌کنه، ساختارهای اداری به نقطه هدف وقتی میرسه یا یه چیز دیگه است یا هیچی وجود نداره دیگه. اما دولت از این ور اقدام میکنه، آیین‌نامه مینویسه و در انتهای خط میره پاسخ میخواد و نتیجه رو میخواد. مراقب چیز باشه، مراقب باشه، مراقب باشه. معلوم میشه که اشکال در یه جاییست، یا آیین‌نامه اشکال داره یا قانون باید تغییر بکنه یا اینکه افرادی هستن که مطلع نیستن یا نمیدونن چیکار باید بکنن. آدم برای این پول مملکت کجا باید قصه بخوره؟ کی همچین چیزی طراحی کرده؟ این هنره؟ من حساب کردم سر انگشتی دیشب هزینه میشد 1/3. ما باید برای پول مردم یه احترامی قائل بشیم. حالا یه کسی هم اومد سه دفترچه درست کرد داد به ما، ما باید طراحیشو کنترل کنیم. مال الانم نیستا. این سر دراز داره تو کشور ما. اولین پروژه بهسازی روستاست. بحث آسفالت کوچه ها و جدول کشی و مرتب کردن وضعیت روستا. هر چک ده خواستی من رامان ایست اخیر است اگر رامان کنیم. تا بخواهدی خوش آمین. الحمدلله علی این رژیم مانو، علی رژیم جمهور مانو، علی قدم او، علی قدمیه. بگم شهامت میخواهد که یک رئیس جمهور به یک روستای محرومی بیاد و اینگونه مردم رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار بده. سهمیه بندی بنزین یا اجرای طرح تحول اقتصادی، شاید کمتر دولتی حاضر باشه ریسک کنه و اون رو اجرا کنه و مسئولیت عواقبش رو بپذیره، اگرچه همه معتقدن کار درستی است. میخوام اینو مثلا شما خودتون کلا به ریسک چقدر معتقدید؟ ما سوال داریم. آره یه سوال داریم. این فناوری هستی که شما میفرمایید کار دست این ندی باعث نابودی کشور نشه. این فناوری هستی. خیلی. شما چه تضمینی دارین آیا؟ درسته. شما چه تضمینی میتونید؟ ولی من باور نمیکنم. دیدید؟ آره. ها؟ ببینید اصلا مدیریت بدون خطرپذیری و اتخاذ تصمیمات بزرگ که مدیریت نیست.